الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعار أنوار المحبة العلوية فجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا وليا معينا تخافشنه ربك طوعا وتمتعه بها قليلا. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرمود روز عاشورا را اگر کسی روز حزنش قرار بده در قیامت محزون نخواهد شد. چشمی که گریان باشد در روز عاشورا روز قیامت گریان نخواهد بود. فرمود امام موسی بن جعفر علیه السلام دهه عاشورا کسی لبخند او را نمی دید. روز عاشورا که می شد از صبح گریه می کرد و ناله می کرد و مرتب می فرمود این روز روزی است که حسین کشته شده است. و مستحب همین بود که ما انجام دادیم که عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. و دیگر این که شیعیان وقتی به هم دیگه میرسن این عبارت رو بگن اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع امام المهدی من آل محمد علیه السلام. لما اصبح الحسین یوم عاشورا وصلى بأصحابه صلاة الصبح
قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه. روز عاشورا امام حسین بعد از نماز صبحی که خوندن با اصحابشون به جماعت، که البته در نماز صبح برای اذان امام حسین مثل امروز روز عاشورا مؤذنش رو صدا کرد. مؤذن آمد فرمود که مؤذن من خیلی تو رو دوست دارم و تو مؤذن ما بودی در این سفر از مدینه به مکه، از مکه تا کربلا بین راه. ولی خب مقامیست کسی اذان نماز امام زمانش رو بگه. مؤذن بود، فرمود یه تقاضای امروز از تو دارم، اگر اجازه بدی امروز اذان علی اکبر، امروز صبحمون رو با اذان شبیه پیغمبر شروع کن، چون صوت او صوت پیغمبر است. فرمود منطقا اشبه الناس، شبیه ترین مردم، هم از صورت هم از تن صدا، وقتی او از آن میگه پیغمبر از آن میگه. آقا هرچی شما دستور بدید از ته دل من راضی هستم، علی اکبر از آن میگه. از آن و گفت اون چه از آن و چه نمازی میشه، نماز با سید الشهدا. بعد از نماز قام خطیبا، ایستاد خطبه خوند. ان الله تعالی اذن فی قتلکم و قتلی، خداوند امروز اجازه فرموده در کشته شدن شما و کشته شدن من، تمام است، حتمی است. فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و القتال، شما رو دعوت به صبر می کنم و ایستادگی در جنگ. ثم صفهم للحرب و کانوا 82 فارسا و راجلا، حدود 82 نفر پیاده و سواره. فجعل زهیر ابن القین فی المیمنه، آی بچه می گیرید آی فزهر، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة وثبت وأهل بيته في القلب وأعطى رايته أخاه العباس. سمت راس در لشکر زهير بن القين رو قرار داد، سمت چپ حبيب بن مظاهر رو و خودش در وسط و أهل بيتش پشت سر، و علم رو به دست برادرش قمر بنی هاشم. و اقبل عمر بن سعد نحو الحسین فی 30,000. عمر سعد آمد، اینها حدود 80 نفر، اونها 30,000 جمعیت. و علی المیمنه عمرو بن الحجاج الزبیدی و علی المیسره شمر بن ذی الجوشن و علی الخیل عزرت ابن قیس و علی الرجال شبس ابن ربعی و اعطا رایته الی مولاه ذولیت. او هم میمنه و میسره قرار داد. حجاج ابن زبید در سمت راست، شم سمت چپ، و امیر بر سوارها عزرت ابن قیس و بر پیاده ها شبس ابن ربعی، و علم رو هم به دست غلام خودش ذلیت داد. و اقبلوا یجولون حول البیوت فیرون النار تضرم فی الخندق. امام حسین در شب عاشورا دستور داد اطراف خیام حرم رو خندق کندن، که مثل امروز وقتی میخواد جنگ بشه مردانه از جلو و از رو به رو بیان، چون میشناخت اینها رو نامرد هستن. دور تا دور رو خندق کرد، در خندقم دستور داد هیزم ریختن. روز عاشورا هیزم رو روشن کرد، آتش شد، چون اسب و حیوان ها می ترسن طرف آتش بیان، از یک راه طرف مستقیم جلو، فقط برای عرض می شود که جنگ قرار داد. اینها دور زدن
در ابتدای روز آمدن، دیدن نه اینجا خندقه و آتشه. فنادا شمر ابن ذلجوشن به اعلی صوته، شمر داد زد یا حسین تعجلت بالنار قبل یوم القیامه، یعنی تو از اهل جهنمی، قبل از قیامت به آتش عجله کردی. فقال الحسین من هازا، فرمود کیه این صدایی کیه؟ که انه شمر ابن الزوج، شمر ابن ذلجوشن، مسک صدای شمره. قیل نعم، گفتن بله یا رسول الله. فقال یا ابن راعیت المعزا انت اولا بها منی سبیا، تو به آتش جهنم سزاوارتری. و رام مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه آمد تیر به کمان گذاشت، گفت آقا اجازه بده همین الان دخل شمر رو بیارم. فمنعه الحسین، فرمود نه، اکره ان ابدأهم بالقتال، من اکراه دارم که اول من شروع کنم جنگ را، ما شروع کننده نخواهیم بود. ولما نظر الحسین الى جمعهم که انه السیل، وقتی یه نگاه کرد امام حسین به این جمعیت، مثل سیل 30,000 سوار و پیاده آمدن مقابل، رفع یدیه به دعا، دست به دعا بلند کرد، اللهم انت ثقتی فی کل کار و رجائی فی کل شده و انت لی فی کل امن نزل بی ثقه و عده، کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله، چقدر غم و قصه ها و نگرانی ها که من به تو رجوع کردم، به تو محول کردم، خدا این مشکل امروز هم به تو محول می کنم، این سیل دشمن رو به تو محول می کنم. یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو، انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک ام من سواک، تو چه کردی خدا؟ هر وقت من دعا کردم فکشفته و فرجته فانت ولی کل نعمه و منتها کل رغبه. اینه ایمان، 30,000 دشمن اطرافش گرفته، صحبت از نعمت میکنه، هر نعمتی از سوی توست، هر رحمتی از سوی توست. ثم دعا به راحلته فرکبها و ناتا و نادا به صوت حال یسمعه جلهم، بعد شروع کرد یک خطبه خوندن. امام میخواست حجت تمام کنه بر مردم، حجت خداست. ایها الناس اسمعوا قولی، مردم گوش کنید چی میگم. ولا تعجلوا حتی اعظكم، میخوام موعظه کنم شما رو. بما هو حق لكم علی و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، من عذرم رو بگم که چرا آمدم اینجا. الله اکبر. فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اگه عذر منو قبول کردید، و صدقتم قولی، کلام منو تصدیق کردی، و عتیتمونی النسف من انفسکم کنتم بذالک اسعد، اگر انصاف دادی کلام منو بشنوی ببینید حرف من صحیح یا نه. ولم يكن لكم علي سبيل، رها كنت من برم. وإن لم تقبلوا من العوز ولم تعت النسف من أنفسكم فأجمعوا أمركم، اگه قبول نکردید دلیل مرا، خب همه تون جمع بشید، هر کار میخواهید بکنید، جنگ کنید، ما رو بکشید، همه تون جمع شید و شرکاءکم. ثم لا تكن امركم عليكم غم ثم اقضوا الی ولا تنظرون ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. تا این جمله رو امام گفت که بیاین من عذرم رو بگم، اینها خانم ها حرم شنیدن، در خیمه ها صدای امام حسین شنیدن. فلم ما سمعن النساء هذا منه سحنا و بکین، شو کردن سیه زدن، ناله زدن. و ارتفعت اصواتهن بالبکا، صدای مخدرات از خیمه ها به بلند بلند گریه کردن و ناله زدن بلند شد.
فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر. حضرت عباس و علی اکبر و فرستاد فرمود فقار سکتاهن، ساکتشون کنید، زنها بگید صدا نکند، گریه به صدای بلند نکنن، فلعمری لیکسر بکاهن، صدای گریهشون زیاد شده. فلما سکتن حمد الله و اثنا علی، وقتی ساکت شدن شروع کرد به حمد و ثنای الهی خوندن. و صلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكر ثم قال عباد الله اتقوا الله. در میدان حرب ببینید چه جور موعظه میکنه، به درد ما هم میخوره امروز روز عاشورا، موعظه امام حسین. بندگان خدا تقوا پیشه کنید و کونوا من الدنيا على حذر، از این دنیا بر حذر باشید. فإن الدنيا لو بقي على أحد أو بقي عليها أحد، اگر این دنیا باقی میموند یا کسی در این دنیا باقی میموند، لکانت الانبیاء احق بالبقاء، 124 هزار پیغمبر آمدن، اونا محقتر بودن، احق بودن به باقی موندن در دنیا از من و شما. و اولا بالرضا و ارضا بالقضا غیر ان الله خلق الدنيا للفنا، بدونید خدا اصلا دنیا رو برای فنا خلق کرد، دنیا فانیه. فجدیدها بال و نعیمها مزمحل، هر تازه‌ای کهنه میشه، هر جدیدی کهنه میشه و از بین میره. و سرورها مکفهر و المنزل و تلعه و دار و قلعه فتزودو، ارزه داشته باشه کسی در این دنیا زاد و توشه جمع کنه برای آخرت، از این دنیای فانی، دنیای موقت. الان در هر سنی ما هستیم وقتی فکر میکنیم که انهو چند روزی بوده، چند ساعتی بوده، 20 سال دیگه هم فکر کنیم که انهو همین، این دنیاست، خاصیت دنیاست. تزودو، سعی کنید زاد و توشه بردارید از دنیا، از روزها استفاده کنید، از ساعات استفاده کنید، از شب و روز دنیا استفاده کنید. چه زاد و توشه‌ای بردارید؟ خیر از زاد التقوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوا بردارید، پرهیزکاری بردارید از این دنیا. ایها الناس إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. هر روز یک رنگ این دنیا، دنبال چی این دنیا هستی؟ هیچ وفا نداره، نه مقامش، نه مالش، نه جوانیش، نه سلامتیش، هیچ. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. هر کس امید به این دنیا ببنده، خاصیت دنیا این دنیا قطع امیدش میکنه. دنیا اینجوریه، دنیا کسانی که بهش امید میبندن امیدشون رو قطع میکنه. فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها، طمعش قطع میکنه. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عملكم عليكم. شما الان جمع شدی در این روز برای چی؟ میخواید سخط و غضب خدا و رسول خدا رو برای خودتون بخرید در این دنیا، دنیای فانی. و اعرض بوجهه الكريم عنكم و احل بكم نقمته فنعم الرب ربنا ربنا و بئس العبید و انتم. چه بد بنده های شما هستید، چه خدایی داریم و شما چه بد بنده هایی هستید. اقررتم بالطاعه، اقرار به طاعت کردید. آمنتم بالرسول محمد صلی الله علیه و آله، ادعای ایمان به رسول دارید، ایمان به پیغمبر، میگید ما همه مؤمنیم به نبی، ولی چه میکنید؟ ثم انکم زحفتم الى ذریته و اترته تريدون قتلهم. ایمان به پیغمبر دارید و ما اومدید به جنگ ذریه پیغمبر، اومدید میخواد ذریه پیغمبر، اینا همه اینجا ذریه پیغمبرن.
قد استحفظ عليكم الشیطان فانساكم ذكر الله العظيم. شیطان بر شما مسلط شده، یاد خدا از اذهان شما رفته. فتبا لكم ولما تريدون انا لله و انا الیه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ایها الناس انسبونی من انا. اول خودمو معرفی میکنم. ممکنه بعضی بگن که نه نمیشاید، نمیشتاختن حسین کیه. ثم مرجعو الى انفسكم عاتبوه وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتحاك حرمتي. من خودم رو معرفی میکنم، بعد شما اگر وجدانی دارید به وجدانتون مراجعه کنید، بینی جایز کشتن من یا نه. من کیم؟ الستو بن ابن بنت نبیکم. من پسر دختر پیغمبر شما هستم. و ابن وسیه و ابن عمه و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه. مادرم فاطمه دختر پیغمبر، پدرم علی ابن ابی طالب، اول مسلمان، اول کسی که ایمان آورد، اول مصدق رسول الله. اولیس حمزه سید الشهدا ام ابی. مگه حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ اولیس جعفر الطیار عمی. جعفر طیار عموی من نیست؟ اولم یبلغکم قول رسول الله لی و لأخی. مگه این روایت به شما نرسیده از جد من؟ همه گفتن، همه اصحاب گفتن. هازان سیدا شباب اهل الجنه. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويذر به من اختلقه. من دروغ نمیگم به شما. اگر میگید من دروغ میگم، فإن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلو جابر ابن عبد الله الأنصاري. از اصحاب پیغمبر هنوز هستن کسانی که موجودن، از اونها بپرسید آیا این کلام ما از جد ما شنیدن یا نه. از جابر ابن عبدالله انصاری و ابا سعید الخدری و سهل ابن سعد الساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک. یخبروکم انهم سمعوا هذه المقال من رسول الله لی و لأخی. اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی. این خودش مانع نمیشه از این که خون من رو نریزید، که خود پیغمبر فرمود سیدا شباب اهل الجنه. یعنی چی؟ یعنی این آقا و برادرش حسن و حسین، اینها آقای اهل بهشتن، نه که فقط اهل بهشتن، آقای اهل بهشتن. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر صادق مصدق خبر داده که این دو نفر آقای بهشتن. شما به چه مجوز شرعی میخوای آقای بهش رو بکشی؟ وقتی میخوای کسی رو بکشی باید بگی این جایز القتل. بگی میشه آقا و سرور بهشتیان جایز القتل باشه؟ حضرت فرمان همین یه روایت برای شما کافیه. من استدلال دارم برای شما میکنم، همین یه دونه رو. اینم اصحابن. فقال شمر. شم چی جواب داد؟ این همه موعظه، نصیحت و استدلال، شم جواب داد. هو یعبد الله على حرف ان کان یدری ما یقول. من که نمیفهمم تو چی میگی، از کل حرف تو من هیچی نفهمم. فقال حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر به او گفت والله انی اراک تعبد الله على 70 حرفا و انا اشهد انك صادق ما تدري ما يقول قد تبع الله على قلبك. میدونم که تو میفهمی ولیکن خدا به قلب تو مهر زده. ثم قال الحسين فان كنتم في شك من هذا القول افتشكون اني ابن بنت نبيكم. اگه در این روایت شک دارید، اگه ما سند این روایت رو قبول نداریم، اما در این شک دارید که من پسر فاطمه هستم،
من پسر دختر پیغمبر شما هستم. فابن بنت نبیکم فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن و بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم. مگه پسر پیغمبری غیر از من در میان شما در کل این عالم وجود داره؟ ویحکم تطلبون فی تطلبوننی بقتیل منکم قتلته او مال قتلته او مال لكم استهلكته او بقصاص جراحت. چه کردم من؟ آیا کسی رو کشتم که بخواید من قصاص کنید، قصاص دم کنید؟ آیا مالی را تصاحب کردم که میخواید من رو مجازات کنید؟ آیا میخواید قصاص جراحت کنید، به کسی جراحتی زدم که قصاص کنید؟ چه مجوز شرعی دارید؟ عملتون مجوز شرعیش چیه؟ فأخذوا لا يكلمونه، همه مثل مرده ایستاده بودن، ساکت حرف نمی زدن. فنادا یا شبث بن ربعی و یا حجار بن ابجر یا قیس بن الاشعث یا زید بن الحارث. چند نفر از این کسانی که نامه نوشته بودن جز اون 18,000 نامه صدا زد تو اون جمعیت بودن. آیا شما نبودید ان تکتبو الی ان اقدم، مگر نگفتید شما در نامه هاتون حسین بیا، همه میوه ها رسیده، همه شمشیر ها آماده، همه زمین ها آماده، همه قلب ها مستعد که تو بیای. اینعت الاثمار و اخضر الجنام و انما تقدم على جند لک مجنده، لشکرم برای تو ما آماده کردیم، بیایید شما. فقالوا لم نفعل، جواب چی دادن؟ این دروغ رو گفتن، نه ما ننوشتیم. قال سبحان الله بلا والله لقد فعلتم، نامه هاتون هست اینجا. ثم قال ایها الناس اذا کرهتمونی، اگرم حالا دعوت کردید، الان میگید نه ما دعوت نکردیم. خب دعوت نکردید، من نمیام طرف شما، برمیگردم، من کوفه نمیام. فَإِنْ كَرَهْتُمُونِي فَدَعُونِي أَنْصَرِفْ عَنْكُمْ إِلَى مَأْمَنٍ مِنَ الْأَرْضِ، برام در یک جای دیگه، یک زمین دیگه. فَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ الْأَشْعَثِ، اشعث چی جواب داد؟ اشعث جزو همونایی بود که نامه نوشته بود. اَوَلَا تَنْزِلْ عَلَى حُكْمِ بَنِي عَمِّكَ، چرا نمیای سر به تسلیم پسر عموهات بنی امیه امثال اینها؟ فانهم لم يروك الا ما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه، تو بیا تسلیم اینها بشی، ما میخوایم تو بیا تسلیم اینها بشی و اینها هم به تو ضرری نمیرسانن. امام حسین فرمود انت اخو اخی اتريد ان يطلبك بني هاشم اكثر من دم مسلم ابن عقیل، شما یک خون به گردنتون هست و اون خون مسلم ابن عقیله، میخواین به این خون اضافه بکنی؟ لا والله، میگید بیا بیعت بکن با یزید، بیا دست بیعت با عبیدالله بده. اگر این مسئله بود که خیلی آسان بود دیگه، لازم نبود اصلا شما رو موعظه کنم، نصیحت کنم، جنگ را بیفته، نه. ولیکن لا، هیهات، لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید عباد الله انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ثم اقبل القوم یزحفون نحوه، یک عده حمله کردن، یک جمعیت کثیری. و کان فیهم عبد الله ابن حوزه التمیمی فصاح افیکم الحسین، اومد جلو ابن حوزه فریاد زد حسین هست بین شما، فلم یجبه احد فکررها ثانیه و ثالثه، قال اصحاب الحسین، اصحاب امام حسین جوابش دادن هازا حسین ما تريد، این آقا امام حسین اینجا چی میگی، چی فریادید؟ قال یا حسین ابشر بالنار،
حسین تو رو بشارت میدم به آتش جهنم در مقابل اون نصیحت و اون روایت خاتم که فرمود، پیغمبر فرموده سید و آقای بهشت، میگه من میگم که تو اهل جهنمی. قال الحسین کذبت، نه دروغ میگی تو، حرفت درست نیست. بل اقدم علی رب غفور کریم مطاع شفی، من انت، کی هستی تو؟ قال انا ابن حوزه، من پسر حوزه هستم. فرفع الحسین یده حتی بان بیاض ابطیه و قال اللهم حزه الی النار، همونجا امام حسین نفرینش کرد. عجیب، این نفرین سریع السیر، همه برنامه های امام حسین سریع السیر، نجاتش سریع السیر، نفرینش هم سریع السیر. صدا زد خدا بکش او رو به طرف آتش. فقذب ابن حوزه و اقحم الفرس الی و کان بینهما نهر فسقط عن حب، عصبانیت سوار اسب شد، هی زد این اسب یک مرتبه پرید. و علقت قدمه بالرکاب، پاش در رکاب اسب گیر کرد. و جالت به الفرس، این اسب پرید، این افتاد، پاش به رکاب گیر کرده بود، بدنش از اسب افتاده بود. و انقطعت قدمه و ساقه و فخذه و بقی جانبه الاخر معلقا بالرکاب و اخذت الفرس تضرب بهی کل حجر و شجر، اسب می برد این طرف اون طرف، می زد به سنگ و به کلوخ و به این طرف اون طرف، تکه تکه شد. و القته فی النار المشتعلت فی الخندق، اطراف خیمه خندق آتش بود، آخر از اون این طرف اون طرف گمد، اون بقیه بدنش هم که همراه اسب بود اومد افتاد در عرض می شود که خندق آتش، فهلک، به هلاکت رسید. قال مسروق ابن وائل الخزرمی كنت في اول الخير، مسروق میگه من این صحنه رو دیدم، صف اول جمعیتم ایستاده بودم، قصدم هم این بود که این جلو وایسم برم، من باشم که سر حسین رو جدا میکنم و سر رو برای عبیدالله ببرم که جایزه بگیرم. اما وقتی این دعا رو دیدم، این اثر دو دقیقه‌ای رو دیدم، كنت في اول الخير التي تقدمت لحرب الحسين لعلي اصيب راسه فاحظى به من عند ابن زياد، فلما رايت ما صنع بابن حوزه عرفت ان الاهل هذا البيت حرمه ومنزله، فهمیدم نه این حرمت و منزلتی سید آقا، این دیگه جلوی چشممون دیدیم دیگه، یک دعا کرد دو دقیقه نشد اینجور مستجاب شد. منزلتن عند الله فترکت الناس و قلت لا اقاتلهم فاکون فی النار، معرفتش تا همینقدر بود، اینقدر معرفت نداشت که بیاد قلعه طرف امام حسین، معرفتش همین بود که فهمید که این مسئله خطرناکه، رها کرد رفت. بعد زهیر خطبه خواند، بریل خطبه خواند، خطبه دوم امام حسین علیه السلام، ثم ان الحسین ركب جواده و اخذ مصحفا و نشره على رأسه، امام حسین مرتبه دوم آمد خطبه بخواند، این دفعه قرآنی آورد، قرآن بزرگی نوشته از پوست بود، گذاشت روی سرش، آمد وقف به ازاء القوم، یا قوم انی بینی ان بینی و بینکم کتاب الله و سنت جدی رسول الله، ثم اشهدهم استشهدهم على نفسه المقدسه و ما علیه من سیف النبی، فرمود این وسائلی که میبینید میشناسید یا نه، این امامه پیغمبر هست یا نه، این شمشیر شمشیر جدم پیغمبر هست یا نه، فعجابوه به تصدیق، گفتن بله اینو ما آشنا هستیم، دیدیم این مال پیغمبر. فسألهم عما اقدمهم على قتل، فرمود برای چی آمدید مرا بکشید؟ قالوا طاعة الامیر عبید الله ابن زیاد، ما فقط به خاطر دستور امیر عبید الله ابن زیاد آمدیم. فقالت ابن لكم ایتها الجماعة وترحان فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عادل، این چه
استدلال و دلیلی که به خاطر دیگران خودتون رو جهنمی بکنید. و خطبه آمد تا انتهای کلام امام علا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین سنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهرت. بدانید این ناپاک پسر ناپاک من رو مخیر کرده بین دو چیز در نامه‌ای که نوشته عبید الله ابن زیاد، بین ذلت و سلت، یا اینکه ذلت بیعت با یزید رو قبول میکنی یا اینکه سلت یعنی تکه تکه شدن. حیحات من ذلت، دور است از من ذلت، نه خدا بر من میپسنده نه رسول خدا بر من میپسنده نه اون دامنهای پاکی که روی اون دامنهای پاک مثل علی و فاطمه من پرورش یافتم ابدا. و حجور طابت و تهرت و انوف حمیه و نمو نفوس ابیه من ان نؤثر طاعت العام على مصارع الكرام. کشته شدن با عزت در نظر ما بهتر از ذلیل شدن. الا و انی زاحف بهذه الاسر على قله العدد و خذلان الناصر. بدونید با همین 70 نفر من می جنگم، شما 30,000 نفر باشه اب نداره، با اینکه قلت ناصر و قلت عدد من می ایستم. اما والله لا تلبسون بعدها. اینم یکی از معجزات سید الشهدا، خبر داد بهشون فرمود این کارو میکنید، ما رو میکشید، دستتون به خون سید شباب اهل جنه آلوده میشه. اما چی میشه؟ نتیجهش چیه؟ والله قسم به خدا لا تلبسون بعدها الا کریس ما یرکب الفرس. بعدش هیچ مهلتی ندارید، به اندازه کسی سوار اسب بشه، پاشو بذاره روی کام سوار بشه. چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه؟ 3 دقیقه؟ 1 دقیقه؟ حتی تدور بکم دور الرحا و تغلق بکم قلق المحور احد احده الی ابی عن جدی رسول الله. ورق بر میگرده چنان که شد، سر امام حسینی که بالای نیزه بردن، همون لحظه که امام حسین به شهادت رسید، یک نفر از تو لشکر عمر صد داد زد، گفت مردم این رسول الله، هازا رسول الله، پیغمبر داره ما رو تهدید میکنه که پسر مرا کشتید. ولوله تو لشکر عمر صد شد. عمر صد دید اگر چاره نکنه ممکنه الان انقلابی بشه. گفتن این پیر مرد خرفته، اینه بگیرید بزنید بکشید. روایت داره از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا این مسئله راسته؟ اون کسی که توی لشکر عمر صد در لشکر اونها گفت من پیغمبر رو میبینم غضبناک، حضرت فرمود راست، گفت او جبرئیل رو دیده بود که غضبناک به صورت پیغمبر آمده بود. همین باعث شد یک عده همونجا یک مرتبه اشکشون سرازیر شد. اما چقدر دیر، چقدر دیر، یک عده همون جا فهمیدم که چه کردن، شروع کردن به توبه گریه، معروف شدن به توابی، برگشتن کوفه و کارشون گریه و همونجا تصمیم گرفتن همونجا که بر علیه اینها قیام بکنن. حضرت فرمود اینقدی طول نمی کشه و همین معنا شد که بعد از شهادت من شما به چه وضعی برسید و این قتله کربلا کارشون به کجا رسید تا قیام توابین و قیام مختار و همه اینها به درک واصل شد. ثم رفع یدیه نحو السماء. بعد دستاش حسین فاطمه بالا کرد، دیگه نفرین کرد، خیلی صحبت کرد، خیلی اتمام حجت کرد، اینا جنگ رو شروع کردن و خون ریزی رو شروع کردن، اصحاب رو به شهادت رسوندن. امام حسین نفرینشون کرد. نفرین حسین چیه؟ و قال اللهم احبس عنهم قطر السماء و ابعث عليهم سنين كسني يوسف و سلط عليهم غلام سقيف يسقيهم كأسا مصبره.
خدایا باران رحمت تو از اینها دیگه دریغ کن. خدایا اینها رو قحط و چار قحطی و بدبختی کن، غلام ثقیف را مسلط کن بر اینها که مرگ رو جرعه جرعه به اینها بچشاند. فانهم کذبونا و خذلونا، اینها ما رو خذلان کردن، اینها ما رو عرض می شود که نصرت نکردن. انت ربنا علیک توکلنا و الیک المصیر و الله لا یدع احد منهم الا انتقم لی من قتلتن به قتله و ضربتن به ضربه. هیچ کدوم از اینها نیستن الا اینکه اینها در آینده کشته خواهند شد و جزای هر ضربه‌ای که زدن خواهند دریافت کرد. و استدعا عمر ابن سعد فقال له ای عمر اتزعم انک تقتلنی و یولیک الدعی بلاد ری و جرجان. عمر ابن سعد و امام حسین صدا زد. عمر سعد اومد، حضرت فرمود تو خیال میکنی که به تو وعده حکومت ری رو دادن، بری ری رو بگیری، گرگان رو بگیری، به تو حکومت، تو خیال میکنی این جنایت رو بکنی به تو ری رو میدن؟ ابدا، چنین فکری نکن. والله لا تتهنأ بذلک، یعنی به تو تهنیت حکومت گفته نخواهد شد، یعنی حکومت به تو داده نمیشه که بعدن بگن آقا مبارک باشه مبارک باشه، ابدا بهش نخواهی رسید. عهد معهود، این یک عهد معهودیست، اینو از پدرم از جدم شنیدم، چنین چیزی نخواهد شد. فصنع ما انت صانع، هر کار میخوایی بکنی بکن. فانک لا تفرح بعدی به دنیا و آخر و لا آخره، تو بعد از من شادی نخواهی دید، نه در دنیا و نه در آخرت. که چنینم شد عمر سعد. و که انی براسک، که انه درم میبینم سر تو بعد از مدت خیلی کم بعد از این قتل من. علا قصبت یتراماه السبیان و بالکوفه، بچه های کوفه با سر تو بازی میکنن، با لگت میزنن این طرف اون طرف. چنین که شد سرشو قطع کردن تو کوفه، تو کوچه های کوفه باش فوتبال بازی میکردن با سر عمر سعد. و یتخذونه غرزا بینهم فصرف وجهه عنه مغضبا، بعد حضرت چهرهشون غضبناک از عمر سعد گرفتن. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام الحسين واستغاثته، وقتی حر بن يزيد الرياحي كلمات امام حسين شنید، استغاثه امام حسين شنید، اقبل على عمر بن سعد، تا حالا باورش نمیشد که چنین جنگی بشود، بقاییشون رو دستگیر میکنن با احترام میبرن تا انشالله کار به قتل و اینها جنایت نشه، این فکر رو نمیکرد. آمد پیش عمر سعد، اما قاتل انت هذا هذا الرجل، عمر سعد تو میخوای با این آقا بجنگی؟ واقعا قصد جنگ؟ قال ای والله، بله، قتالا ایسره ان تسقط فیه الرؤوس و تطیح الایدی، قد دست و سرها قطع بشه، من چنین جنگی خواهم کرد. قال اما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال ولو كان الامر الي لقبلت ولكن اميرك ابا ذلك. مگه صدای ما حسین نشدیدی؟ دو تا سه تا خطبه خوند، معرفی کرد خودشو، روایت جدشو گفت، اینا رو نشدی؟ گفت چرا، شنیدم، اگه دست من بود قبول میکردم، ولیکن دست من نیست، دست عبیدالله، او دستور داده، منم مأمورم و محضور. اینم استدلال جناب عمر بن سعد بود. ولیکن امیرک ابا ذلک فترکه و وقف عما الناس، خوردید که نه، این تصمیم خودشو گرفته و مسئله جدیه. و کان الى جنبه قرة ابن قیس، کنار هر قرة ابن قیس ایستاده بود. فقال له هل سقیت فرسك اليوم، قرة بهش گفت که هر اسب تو آب دادی، تا گفت اسب تو آب دادی که انه هر منقلب شد، چطور منقلب شدی؟ من چیزی نگفتم. گفت تو گفتی اسب تو آب دادی، گفت یه جمله‌ای گفتم اسب تو آب دادی.
و صدای علعتش بچه ها خیام حرم امام حسین زراری پیغمبر، این آبی که بر همه مباهه تو به حیوانت میری آب میدی، اینها زراری پیغمبرن. من دیگه حجت برام تمام شده. عمر سعد اینو گفت، تو داری اینجور میگی، صدای علعتش میشه نفهم، من نمیتونم. چه کرد؟ قال اتريد ان تسقيه فزن قره انه يريد الاعتزال ويكره ان يشاهده. این خیال کرد که میخواد این بره یک جانبی اعتزال، یعنی بره کنار، کاری به کسی نداشته باشه. اینم از این ور اسبش هی کرد که هر کاری دلش میخواد بکنه. فاخذ الهلي يدنو من الحسين قليلا، هر یواش یواش به طرف خیام حسین حرکت کرد. فقال له مهاجر ابن اوس اتريد ان تحمل، میخوای حمله کنی به حسین؟ نوز اونها نمیدونستن که برنامه هر چیه. فسکته و اخذت ورعده فرتاب المهاجر من هذا الحال و قال له لو قيل لي من اشجع اهل الكوفه. دید که هر دستش داره میلرزه، این انان اسبو گرفته. من خیلی تعجب میکنم، اگه از من میپرسیدن شجاع ترین اهل کوفه که، من میگفتم هر ابن یزید ریاهی. تو به این حالت صحبت جنگ شده میترسی؟ فقال الهر انی اخیر نفسی بین الجنت و النار. میدونی چرا میلرزم؟ چون خودم رو مخیر میدم بین بهشت و جهنم. این طرف جهنمه، اون طرف بهشت، من باید چیکار کنم؟ والله لا اختار على الجنه شيئا، به خدا بر بهش هیچی را اختیار نمی کنم، من بهشتیم. ولو احرقت، اگر بسوزانن مرا. ثم ضرب جواده نحو الحسين، پرید رو اسبش به طرف حسین. چجوری؟ منکسا رمحه، اون نیزه رو معمولا به طرف بالا میگیرن، نیزه رو به طرف پایین گرفت که از اون طرف وقتی نگاه میکنن خیال نکنن این داره حمله میکنه، با شدت و حمله اومده. غالبا ترسه، سپر رو که طرف بدن میگیرن از اون طرف گرفت. و قد تعتع برأسی، سرشم پایین انداخته، حیاء من آل الرسول به ما اتا الیهم و جعجع بهم فی هذا المکان الا غیر ما ان ولا کل ارافعا صوته. صداشم بلند چی میگو؟ اللهم الیک انیب فتبت علی فقد ارعبت قلوب اولیائك و اولاد نبیك یا ابا عبدالله. رسید به امام حسین. انی تائب فهلی من توبه. یا ابا عبدالله، من توبه کردم، من جای توبه دارم. هر که راه به شما بست، شما رو اینجا گرفتار کرد. فقال الحسین نعم یتوب الله علیک، بله خدا توبت قبول میکنه. ای گناهکاری که خیال میکنی نه خدا گناه من دیگه نمیبخشه، نه چنین نیست، گناه حرم باشه آمرزیده میشه. ثم استأذن الحسین فی ان یکلم القول، گفت آقا من اجازه بده، من تا دو دقیقه پیش تو بین اینا بودم، بذار منم برم باشون سخنرانی کنم، خطبه بخونم، موعظه کنم، شاید اثر کنه. فأذن له، امام حسین اجازه داد، ایشون رفت و موعظه کرد و بعد به جای بیدار شدن از خواب غفلت به ایشون ناسزا گفتن و سنگ پرتاب کردن. و تقدم عمر ابن سعد نحو عسكر الحسین، عمر ابن سعد اومد جلو، خواست رسما جنگ آغاز کنه. و رما به سهم، یک تیر گرفت به چله کمان، پرتاب کرد به طرف خیام ابا عبدالله. و قال اشهدو، همه شاهد باشید، انی اول من رما، اول کسی که تیر انداخت من بودم، شهادت بدید به عمر به عبیدالله. ثم رمى الناس، بعد دیگرانم تیر گذاشتن به چله کمان، همه تیر زدن، 30,000 نفر بینشون. چقدر تیر اندازه؟ چند هزار تیر اندازه؟ یک مرتبه چند هزار باران تیر به طرف خیام ابا عبدالله آمد. چی شد در اون تیر اندازی اون ساعت اول؟
فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامهم. هیچ کی باقی نمود إلا که تیری بهش اصابت کرد. تیر آمد به همه اصابت کرد. فقال لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد من فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. بلند شید ای بندگان خدا، این تیرها اینها فرستاده قومن، اینها فرستادن برای موت شما و شهادت شما. فحمل اصحابه حملة واحدة وقتلوا ساعة فمن جلت غبره الا عن 50 سريعا. در همون حمله اول اینها وقتی امام حسین جمله رو گفت حمله کردن، در اون سیل تیرهایی که می آمد خاک و غبار و اینها بلند شد. بعد که غبار خوابید نگاه کردن 50 نفر از اصحاب امام حسین افتاده بودن و شهید شدن اینها به واسطه این تیراندازی اول. خرج یسار مولا زیاد و سالم مولا عبید الله ابن زیاد فطلبا البراز. آمدن گفتن که ما آماده جنگیم، مبارز طلبیدن. و اخذت زوجته کسی که رفت جلو اول کس حبیب و بریل اینها فوسب اینها پریدن جلو. فلم یعزن لهم الحسین فقام عبدالله ابن عمیر الکلبی من بنی علیم و کنیته ابو وهب و کان طویلا شدید الساعدین. این آقا این جوان اومد جلو، اول کسی که با اینها مبارزه کرد تن به تن آمد جلو. فصاح اصحابه قد رحق العبد فلم يعب فضربه سالم بالسيف فاتقاها عبدالله بيده اليسرى فأطار أصابعه ومال إليه عبدالله فقتله. وأقبل إلى الحسين يرتجز وقد قتلهما. چند نفر رو به درک واصل کرد و آمد. و اخذت زوجته ام وهب بنت عبد الله عمودا و اقبلت نحوه تقول له فداك ابي و امي قاتل دون الطيبين ذريه محمد. تعدادی رو به خاک گون کشید. آمد مجروح طرف امام حسین، خانومش اومد یک عمودی رو برداشت، گفت چرا برگشتی، برو در مقابل اینها بیست، از ذریه پیغمبر دفاع بکن. قاتل دون الطیبین ذریه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فاراد ان يردها الى الخیمه فلم تتابعه و اخذت تجاذبه ثوبه. خواست این زن رو برگردونه، برو، او رهاش نمیکرد، لباسش گرفته بود. و تقول لن ادعك دون ان اموت معك، نه تو رو رها نمیکنم تا اینکه منم با تو کشته بشم. فناداها الحسین، امام حسین اون خانم رو صدا کرد، فرمود جزیتم عن اهل بیت نبیکم خیرا ارجعی الى الخیمه فانه ليس على النساء قتال. فرمود برگرد تو، بر زن قتال نیست، جنگ نیست، جهاد نیست، تو برگرد، بگذار او بره. فرجعت برگشت. ولما نظر من بقی من اصحاب الحسین الى کثرت من قتل منهم اخذ الرجلان والثلاثه والاربعه يستاذنون الحسين في الذب عن والدفع عن هرمه وكل يحمل اخر من كيد عدوه. دوتا دوتا، ستا ستا اینها میرفتن، این باقی مونده از اصحاب. فخرج الجابريان وهما سيف بن الحارث بن السري ومالك بن عبد الله السري وهما ابن عم اخوان اما عم و اخوان لعن به هما یبکیان. قال الحسین ما یبکیان اینی لأرجو ان تکونا بعد ساعت قریری العین. قالا جعلنا الله فداک ما علا انفسنا تبکی ولیکن نبکی علی. اینها می آمدن دو نفر همینطور مثل باران عشق می ریختن. امام حسین فرمود چرا گریه می کنید؟ شما چند لحظه دیگر به شهادت میرسید، اهل بهشتید. گفتن آقا ما برای خودمون گریه نمی کنیم، ما گریهمون برای تو و برای قربت توست. نراک قد احیط بک ولا نقدر ان ننفعک.
ما میبینیم اینها همه اطراف تو رو گرفتن، این سیل دشمن. ما هم دو نفر سه نفر دیگه تعدادی باقی نمونده، دلمون شور میزنه برای بعد از خودمون به تنهایی تو. فجزاهم الحسین خیرا فرمود جزاکم الله خیرا فقاتلا قریبا منها حتی قتلا. نزدیک امام حسین جنگ، معلوم که جمعیت و لشکر آمده به امام حسین و خیام حرم نزدیک شده، نزدیک امام حسین اینا جنگیدن و هر دو به شهادت رسیدن. و جاء عبدالله و عبدالرحمن ابن عروه الغفاریان فقالا هازن الناس الیک فجعلنا فجعلا یقاتلان بین یدی حتی قتلا. دو نفر دیگه آمدن، اونها هم از عرض می شود که در مقابل امام حسین به شهادت رسیدن. ولما نظر حسین الى کثرت من قتل من اصحابه، امام حسین یه نگاهی به کشته های اصحابش کرد، حدود عرض می شود که 50-60 خورده از اصحاب افتادن همه روی زمین. قبض على شیبته المقدسه، دست به محاسنش گرفت و قال اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا. خدا به یهود غضب کرد به خاطر اینکه گفتن برای خدا پسر و شریک قائل شدن. و اشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثه، خدا غضب کرد به مسیحی ها به خاطر اینکه شرک ورزیدن و عیسی رو پسر خدا. و اشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر، به مجوس خداوند غضب کرد به خاطر اینکه ستاره پرستیدن، خورشید پرستیدن. و اشتد غضبه على قوم اتفقت کلمتون، خداوند به این قوم هم غضب شدید شد که اتفاق کلمه کردن بر قتل ابن بنت نبیهم. اما والله لا اجیبهم الى شیء مما یریدون، من هیچ جوابشون نمیدم اگرچه دیگه یار و یاوری ندارم، اما دست بیعت نخواهم داد. حتی القى الله و انا مخذب بدمی، من میرم در حالتی که به خونم آغشته هستم خدا رو ملاقات میکنم، دیگه کسی رو ندارم، دیگه یاوری ندارم، اینم آخرین اتمام حجت خدا. ثم صاح، فریاد زد امام حسین علیه السلام، اما من مغیثن یغیثنا اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله بکت النساء و کسر اصراخهن و سمع الانصاریان سعد بن الحارس و اخوه ابو الحتوف استنصار الحسين واستغاثته وبكاء عياله وكانا مع ابن سعد. دو نفر از لشکر عمر سعد اینها دیدن استغاثه امام حسین، کسی هست منو یاری کنه، از اون طرف هم صدای گریه زنها رو شنیدن، اینها دو نفر شمشیر کشیدن استغاثه امام حسین جواب دادن. از چی؟ از لشکر عمر سعد. بسیفهما على اعداء الحسین و قاتلا حتی قتلا، جنگیدن تا شهید شدن. بعد مسلم ابن اوسجه آمد، قاتل مسلم ابن اوسجه فشد علیه مسلم ابن عبدالله الزبانی. بعد از مسلم که مأمور میسره بود، مسلم که به شهادت رسید، قام الحسین الى الصلاة، موقع نماز ظهر شد. این بهبوهه جنگ، یکی از اصحاب گفت الله اکبر، امام حسین فرمود که چرا تکبیر میگی؟ گفت نگاه کردم خورشید وسط آسمان، وقت زواله، وقت فضیلت نماز ظهره. فرمود ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین و الذاکرین، به یاد نماز افتادی، باریکالله خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. به شهید کربلا، امام حسین وقتی بخواد دعا کنه دعا میکنه خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. مقام نمازگزار چقدر والاست. فرمود نماز میخونیم، دو روایتی، یک روایت این که نماز جماعت خوندن، یک روایت هم این که نماز ایمائی و اشارعی فرادا خوندن. هر دو روایت رو ایشون نقل میکنن. قیل انه صلى بمن بقي من اصحابه صلاه الخوف، صلاه خوف خوندن. صلاه خوف دو رکعته. شما جایی که ولون که قصد مثلا موندن کردید، قصد عشر کردید،
اما اگر خوفناک مثلا در بیابان هستی، می ترسید از درنده، از سارقی، نماز میشه نماز مثل نماز مسافر، اگرچه قصد ده روزم کردید دو رکعتی میخونید. امام حسین نماز ظهر شد رکعتی خوندن، نماز خوف خوندن، صلا به من بقی من اصحابه صلات الخوف و تقدم امامه زرهیر ابن القین و سعید ابن عبدالله الحنفی فی نصف من اصحابه و قیل انه صلا و اصحابه فرادا بالایما و لما اسخن سعید و بالجراح، سعید مقابل امام ایستاده بود، مواظب بود که تیر اگر آمد، سنگ اگر آمد به امام نخوره. بعد از نماز سقط الی الارض، افتاد روی زمین و هو یقول اللهم لعنهم لعن عاد و ثمود و ابلغ نبیک من السلام و ابلغهما لقیت من الم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك. بل تفت إلى الحسين، امام حسین یک مرتبه آمد سر سعید رو زانو گذاشت، چوبهای تیر در بدن سعید لحظات آخرشه، نگاهی به امام حسین کرد، التفت إلى الحسین قائلا أوفيت يا ابن رسول، آیا وفا کردم به عهدم؟ آیا به وظیفم عمل کردم؟ تیر تو پیشانیش، تیر تو بدنش، شمردن 30 چوبه تیر در بدنش بود، سپر امام حسین شده، من به عهد خودم وفا کردم؟ حالا نه، امام حسین فرمود بله، انت امامی فی الجنه، تو جلوتر از من به بهشت میری، و قضا نهبه فوجد فیه سلاسین غیر از ضربه و تن، غیر از حالا اون عرض می شود که نیزه هایی که زدن، غیر از زخم های شمشیری که زدن، و لما سرع واضح ترکی، غلام ترکی افتاد روی زمین، او هم رفت به میدان، او هم جهاد کرد، مولا حرس المزحجی استغاث بالحسین، صدا زد یا ابا عبدالله، منم رفتم خدا حافظ، استغاث یعنی لحظه آخره، فعطاه ابو عبدالله، این فکر نمی کرد، گفت که امام حسین که میره بالین اصحاب اینها، خب من که دیگه غلامم، سیاه چهرم، من که نمیاد سراغ من، که نمیاد، یه وقت دید امام حسین آمد و اعتنقه در آغوشش گرفت، تا دید در آغوش حسینه چی گفت؟ الله اکبر، حالا من مثلی، کیه مثل من؟ افتخار میکرد، کیه مثل من؟ و ابن رسول الله واضع خده على خده، پسر پیغمبر صورت به صورت من گذاشته، همون کاری که با علی اکبر کرد با این غلامش کرد، و ابن رسول، و ابن رسول الله واضع خده على خده، ثم فازت نفسه الطاهره، در همین حال عرض می شود که به شهادت رسید، و وقف جون مولا ابی ذر الغفاری امام الحسین، جون آمد، غلام ابو ذر آمد، استأذن، طلب میدان رفتن کرد، آقا اجازه میدید من برم؟ فقال امام علیه السلام، غلامش بود ابو ذر، به امام حسین بخشیده بود، سالها خدمت میکرد برای امام حسین، پیر غلام شده بود دیگه، پیر مردی بود، امام حسین فرمود یا جون انما تبعتنا طلبا للعافیت، تو دنبال ما آمدی برای اینکه به عافیت برسی، خوشحال باشی، با ما زندگی میکنی، فانت فی اذن منی، من الان به تو اجازه دادم، تو رو آزاد کردم، تو برو، تو لازم نیست که خونت رو بریزی، تو خدمت کردی در منزل ما، سالها به ما خدمت کردی، الان دیگه نمیخوام تو عرض می شود که با جانت بیای از ما دفاع بکنی، فوقع علاقت می، خودش انداخت رو پاهای ما، یقبلهما، پاهای عزیز فاطمه رو می بوسید و یقول انا فی الرخاء الحس قصاءکم، آقا من در راحتی ها کاسلیس شما بودم، الحس قصاءکم، تعبیر رو ببینید،
من در آهتی کاسلیس شما بودن و فشد اخذلکم، در سختی وقت میام شما رو رها کنم برم. ان ریحی لنتن، بوی من بوی بدنم بده و جسمی لئیم و لونی لأسود، بوی بدنم متعفن، چهرم سیاه. فتنفس علی بالجنه، بیا به من آقای کرم بکن، اجازه بده من بیام خونم و قطی خون شهدای کربلا بکنم آقا. لیطیب ریحی و یشرف حسبی و یبیز لونی، میخوام صورت سفید وارد محشر بشم. لا والله لا افارقكم حتى يلتقط هذا الدم الاسود مع دماكم، میخوام من خونم و قاطی خون شما بکنم. فاذن له الحسین، امام حسین بهش اجازه داد، فرمود برو. فقتل 25، 25 نفر رو به درک واصل کرد، پیر مرد غلام پیر امام حسین 25 نفر. و قتل فوقف علیه الحسین، کشتن این غلام امام حسین رو. امام حسین اومد بالین این غلام، یه نگاهی کرد به بدن قطعش، صدا داد اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع محمد و عرف بینه و بین آل محمد. خوش به حاله اون کسی که امام حسین این گونه بر او دعا کند. قاتل بعده سوید ابن عم فلما اسخن بالجرا سقط لوجهه و ظن انه قتل، یکی از شهدای کربلا، تنها شهیدی که بعد از امام حسین شهید شد این جناب سوید ابن عمرو بود، این رو مجروح کردن، به رو افتاد، خیال کردن که کشته شده، رهاش کردن، این بدنش مجروح بود، خون ریزی داشت، افتاد، تکون نمیخورد، حرکت نداشت. فلما قتل الحسینی در معرکه بود تا امام حسین به شهادت رسید بعد از ظهر عاشورا. و سمعهم یقولون، صدا شنید با همون حالت مجروح، قتل الحسین، حسین کشته شد، قتل الحسین. تا این شنید با همون حالت مجروحیت جراحت، اخرج سکینهو سکینتن کانت معهو، کاردشو در آورد، فقاتل بها و تعتفو علیه فقتلوه، بعد آمدن به او حمله کردن، او رو هم به شهادت رسوندن. و کان آخر من قتل من الاصحاب بعد الحسین، آخر کسی که از اصحاب کشته شد بعد از امام حسینی شد. ولما لم يبقى مع الحسين الا اهل بيته، دیگه اصحاب تمام شدن، چون اهل بیت اول میخواستن مبارزه کنن، اصحاب اومدن جلو گفتن ما ابدا نمیگذاریم، تا ما هستیم بنی هاشم نباید برن جلو، میدان نباید برن. همه اصحاب که کشته شدن دیگه اصحاب باقی نموندن، الا اهل بيته عزموا على ملاقات الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس ابيه و اقبل بعضهم یودع و بعض، شروع کردن بنی هاشم با همدیگه خداحافظی کردن و وداع کردن. و اول من تقدم ابو الحسن علی الاکبر، اول کسی که از اهل بیت و از بنی هاشم آمد برای مبارزه حضرت علی اکبر بود. و عمره 27 سنه، مختلف ذکر شده، از 18 سال تا 27 سال برایشون ذکر کردن. فاستأذن اباه، اجازه گرفت از امام حسین و برز علی فرس للحسین تسمى لاحقا، یه اسب داشت امام حسین اسمش لاحق بود، سوار بر اون اسب لاحق شد. و هو یرتجل، رجز میخون، انا علی ابن الحسین ابن علی و نحن و رب البیت اولا بالنبی تالله لا يحكم فينا ابن الدعی اضربكم بالسيف احامي ان عبي ضرب غلام هاشمي قرشي ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون ان ارخى عينيه بالدموع. امام حسين نگاهی به قد و بالای علی میکرد، این چشماش پر از عشق، عشق ها سرازیر شد، صاحب عمر بن سعد ندا داد، صدا کرد، ابن سعد مالک قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خدا رحمتو قطع کند.
ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلت عليك من يذبحك على فراشك، ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء. محاسنشو پشت سر علی دعا میکرد، محاسنش رو به آسمان صدا زد، اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. خدا تو شاهد باش، کسی داره به میدان میره که شبیه ترین خلق تو به پیغمبر توست، از اخلاق، از صورت، از تون صدا. و کنا از اشتقنا الى رؤیت نبی یک نظرنا الی، هر وقت دلمون برای جدمون تنگ میشد علی رو نگاه میکردیم. اللهم فامنعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا و جعلهم طرائق قددا ولا ترزع عنهم الولات ابدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا ثم تلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، فقتل 120 فارسا. علي أكبر 120 نفر از لشکر رو به درک واصل کرد و قد اشتد به العطش، عطش خیلی به او فشار آورد، تن مجروح، خستگی جنگ، گرمی هوا. فرجع الى ابی، برگشت به سوی امام حسین، یستریح، یه لحظه استراحت کنه و یذکر ما اجحده من العطش، صدا زد بابا العطش قد ختل. فبکل حسین، امام حسین گریه کرد و قال وا غوصا ما اسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربتا لا تزمع بعدها. علی جان نگران نباش، خیلی نمونده، چند دقیقه دیگه جدت رو میبینی، از آب کوثر میخوری، یعنی یک آبی در بساط نیست، صبر بکن، از آب کوثر از دست جدت سیراب میشی. و اخذ لسانه فمسه، فرمود هات لسانک بیا. اینجا عرفا خیلی حرف زدن، میگن شما وقتی پدر میخواد فرزندشو ببوسه، وقتی کوچیکی در آغوش میگیره میبوسه، وقتی دیگه کم کم این جوان میشه، جوان رعنایی میشه، پدر دیگه روش نمیشه، روشی میشه در آغوش بگیره ببوسه. امام حسین به این بهانه میخواست لبهای علی رو ببوسه، این لبها لحظه آخره میخواد شبیه پیغمبر رو ببوسه. فرمود هات لسانک، زبانتو بیار جلو، زبانش رو گذاشت تو دهانش، یعنی ببین کام بابا خشکتره، زبان خشکی بابا رو ببین. دهان علی رو بو کرد، بوید، یه خاتم، یه انگشتری بود تو دهان گذاشته بود، اون انگشتر رو گذاشت تو دهان علی، فرمود این انگشتر رو روی زبانت بگذار، این از آتش تو کم میکنه. و اخذ لسانه فمس و دفع الیه خاتمه لیزعه فی فیه، اینو در دهانت بگذار علی جان. اون خاتم رو امام حسین به او داد و بدرقه کرد. و رجع علی الى المیدان، برگشت علی اکبر، فاکثر القتلا فی اهل الکوفه حتی اکمل 200، 80 نفر دیگر رو به درک واصل کرد، شد 200 نفر. فقال مرت بن منقذ العبدی علی آثام العرب ان اسکل ان لم اسکل اباه به، او قسم خورد که من داغ این جوان رو به دل پدرش میگذارم. فتعنه بالرمح فی زهره، ناجوانمرد از پشت آمد، از پشت با نیزه بلند به پشت علی اکبر ضربه ای زد. و ظرف او به سیف، همین که مشغول به این ضربه شد، از اون طرف با شمشیر روی فرق علی زد. ففلق هامته، فرق علی رو شکاف، خون سرازیر شد.
این دیگه کنترل روی اسب مشکل شد و اعتنق فرسه، اسب رو گرفت با دستش، فاحتمله الى معسكر الاعداء. این اسب تربیت شده بود این اسب که ببرد این بدن مجروح رو به طرف خیمه ها، اما خون آمد روی چشمهای اسب رو گرفت، گرد و غبار بود، خون بود، این اسب درست متوجه نشد. به جای که بیاد طرف خیمه ها، رفت تو وسط دشمن، بدن علی رو برد طرف دشمن. چه کار کردم؟ یبن الحسن ایمان و احاطو بهی حتی قطعوه به سیوبهم اربن اربا، اونقدر با شمشیر به بدن علی زدن، بدنش رو قطعه قطعه کردن، اربن اربا نادارا فعن صوته. آخر جمله ای که گفت علی اکبر، معرفت رو ببین، چون دیده بابا نگران تشنگی او را، الله دیگه با دست نمیتونه دفاع کنه، با زبانش از دل بابا دفاع میکنه، بابا دیگه قصه تشنگی رو علیک من السلام ابا عبدالله، هازا جدی قد سقانی بکس شربتا لا ازمع بعدها و هو یقول ان لک کأسا مذخورا، فاتاه الحسین علیه السلام و انکب علی. امام حسین به عجل آمد، اما وقتی آمد که علی شهید شده بود، خودشو انداخ رو بدن علی، واز ان خده على خده و هو یقول على الدنيا بعدک، اوف بر دنیا بعد از تو پسرم، ما اجرهم على الرحمن و على انتهاك حرمت الرسول، يعز على جدك و ابيك ان تدعوهم فلا يجيبونك و تستغيث بهم فلا يغيثونك، ثم اخذ بكفه من دمه الطاهر. این خون همینجور از سر علی می آمد، امام حسین دستش گرفت جلو فرق علی، این دستش از خون فرق علی پر شد و رما بهی نحو السما، همون کاری که با ششماهه کرد با خون علی اصغر کرد، رما بهی نحو السما، ریخ به طرف آسمان، فلم یسقط منه قطره، قطره از اون خون بر نگشت، و امر فتیانه ان یحملوها الى الخیمه، صدا زد جوانان بنی هاشم بیاد علی را بر در خیمه رسول، فجاؤوا به الى الفسطاط الذي يقاتلون امامه وحرائر بيت الوهي ينظرن اليه محمولا، خانم ها و بی بیا اومدن همه دیدن علی رو درن میارن، بدن قطع قطع رو درن میارن، و قد وزع جسمان غذر و تعان و استقبلنه به صدور دامیه و عولت تسک سمع الملکوت و امامهن عقیله. جلوتر از همه خانوم ها کی بود؟ بی بی زینب، زینب الکبرا صارختن نادبتن فالقت به نفسها، آمد بی بی زینب خودش رو رو بدن علی، و اخیا و ابن اخیا، ای برادرم پسر برادرم، و خرج من بعده عبدالله ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب و امه رقیه الکبرى بنت امیر المؤمنین، و هو یقول بعد از علی اکبر عبدالله ابن مسلم ابن عقیل آمد، الیوم القی مسلما و هو ابی و عصبتا بادو على دین النبی، فقتل جماعتا به ثلاث حملات، سه حمله کرد جماعتی رو به درک واصل کرد، و رماه یزید ابن الرقاد الجهنی فاتقاه بیدهی فسمرها الى جبهته، تیر زد این تیر به پیشانیه ایشان وارد شد، فمستتا ایزیلها عن جبهته، نتونست از پیشانی این تیر رو در بیاره،
با همون حالت مبارزه کرد. فجاء الیه یزید ابن الرقاد از حمل علیه رجل برمحه، یه کسی آمد با عرض می شود که با نیزه، تعنه فی قلبه، نیزه رو یک جا وارد کرد در قلب عبدالله ابن مسلم و مات به شهادت رسید. وقتی بدنش روی زمین افتاد اون نانجی و آمد اخرج سهمه من جبهته و بقی النسل فیه و هو میت، اما سر پیکان تیر لایزال در پیشانی ایشون باقی مانده بود. لما قتل عبدالله ابن مسلم حمل آل ابی طالب حمله واحده، آل ابی طالب اینها همه حمله کردن. فصاحبهم الحسین، امام حسین یک مرتبه فریاد زد، تو یک مرتبه جمعیت همه با هم صبرن علی الموت، چقدر عجله دارید بر موت، بر کشته شدن، بر شهادت. یا بنو عمومتی، پسر عموهام، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم، فوقع فيهم عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار وأمه عقيلة زينب وأخوه محمد وأمه الخوصاء وعبد الرحمن ابن عقيل ابن أبي طالب وأخوه جعفر ابن عقيل ومحمد ابن مسلم ابن عقيل. همه اینها یکی پس از دیگری مبارزه کردن و به شهادت رسیدن تا نوبت به قاسم ابن الحسن رسید. و خرج من بعده اخوه لامه و ابیه القاسم و هو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر الیه الحسین اعتنقه و بكى. وقتی اومد اجازه گرفت، امو جان به من اجازه بده، امام حسین در آغوشش گرفت و شروع کرد به گریه کردن. ثم اذن له، بعد اجازه داد. فبرز، این آزاده فرزند امام مجتبا بیرون اومد. فبرز کأن وجهه شقة قمر و بیده السیف و علیه قمیص و ازار و فی رجله نعلان، با این حالت وارد شد. فمشا یضرب بسیفه فانقطع شأس نعله اليسرى و انف ابن النبی الاعظم صلی الله علیه و آله ان یحتفی فی المیدان، فوقف یشد شأس نعله و هو لا یزن الحرب الا بمثل. ایشان آمدن و بیناه و علی هذا اذ شد علیه عمر ابن سعد ابن نفیل الازدی فضربه بالسیف علی رأسه، یه شمشیر اون نانجیب آمد به رأس و سر حضرت قاسم زد. فوقع الغلام لوجهه، از بالای از فرازی شد روی زمین. فقال یا اما، امو جان به دادم برس. فعطاه الحسین کل عیس الغزبان، امام مثل شیر غضبناک حمله کرد. فضرب عمرن بالسیف فاتقاه بالساعد فعطنا من المرفق فصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر فحملت خير ابن سعد لتستنقذه فاستقبلته بصدرها وبتأه بحواهرها فمات. فلما انجلت الغبراء، وقتی قبار روی زمین نشست، اذا الحسين قائم على رأس الغلام، امام حسین بالای سر قاسم آمد. و هو یفحص برجلی، با پاهاش روی زمین میکشید از شدت درد. و الحسین یقول، امام حسین چی میگه؟ بعدن لقوم قتلوک، خدا بکشد قومی که تو را کشتن. قاسم عزیز برادرم، خصمهم یوم القیامت جدو. ثم قال عزب الله علی عمک، چقدر سخت بر عمود. قاسم انت دعو، تو صدا کنی عمود تو، فلا یجیبون او یجیبو که ثم لا ینفعو، میگه نتونه عمود کاری برای تو بکنه. صوتون والله کسره و آذره و قل ناصره ثم احتمله و کان صدره على صدر الحسین، امام حسین سینش به سینش چسبانید، همینطور بدن قاسمو کشید. و رجلاه تخطان الارض، پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد. فالقاه مع علی الاکبر و الشهداء من اهل بیته و رفع الحسین طرفه الى السماء قال اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. نفرین کرد قومو
صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي. ولما رأى العباس كثرة القتلى من أهله قال لإخوته من أمه وأبيه عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نسحتم لله ورسوله. حضرت ابا الفضل برادران، سه تا برادر داشت قمر بنی هاشم، فرمود شما برید که من خیالم راحت بشه، شما دفاع کردید از حریم حسین، مقدم کرد بر خودش. التفت الى عبدالله و کان اکبر من عثمان و جعفر قال تقدم یا اخی حتی اراک قتیلا، میخوام کشته تو رو ببینم. قمر بنی هاشم برادرش رو مقدم کرد. فقاتلوا بین یدی ابی الفضل حتی قتلوا با اجمعهم، هر سه برادر مبارزه کردن و هر سه به شهادت رسیدن. ولم یستطع العباس صبرا علی البقا، دیگه عباس صبر بر بقا نداشت، دیگه دلش کنده شده بود. بعد ان فنی صحبه و اهل بیته و یرا حجت الوقت مکسورا، نگاه میکرد به امام زمانش به این حالت، دیگه قلبش طاقت نداشت. قد انقطع عنه المدد و ملأ مسامعه عویل النساء و صراخ الاطفال من العطش، این گوشش هم صدای العطش بچه ها رو میشنید. فطلب من اخیه الرخصه، صدا زد برادرم عزیزم حسینم به من اجازه میدان نمیدی، اجازه بده آب بیارم. فقال له يا اخي انت صاحب لوائي، تو حامل علمی، تو علمدار منی، تو باید باشی. قال العباس قد ذاق صدری من هؤلاء المنافقین، دیگه دلم گرفته از دست این منافقین و این نامردها. اريد ان اخذ ساری منهم، فامره الحسين، فرمود نه جنگ نکن، فقط به تو اجازه میدم. ایت لوبل ما علیل اطفال، برو آب برا بچه هم بیار. فذهب الى القوم و وعزهم و حذرهم غضب الجبار، حضرت رفتن اول موعظه کردن، اول انذار کردن مردم را. فلم ينفعهم، یعنی هیچ نفعی نداشت، دلها همه مهر خورده بود، اثر نداشت. فرجع الى اخیه یخبرو، آمد گفت بابا برادر جان، هرچی من اینا رو نصیحت میکنم اینا گوش نمیدن، اینها قلبهاش مهر خورده. فسمع الاطفال یتصارخون من العطش فلم تتزامن نفسه على هذا الحال و صارت به الحمیه الحاشمیه، اون حمیه هاشمیه گرفت و نتونست دیگه صدای العطش بچه ها رو بشنود. فرکب جواده و اخذ القربه، سوار بر اسب شد و مشک رو برداشت. فاحاط به اربعه آلاف، 4000 نفر احاطش کردن. و رموه بالنبال فلم ترعه کسرتهم، کسرتشون تعدادشون اصلا رعب و وحشتی ذره‌ای به دل او نینداخت. و اخذ یطرد اولئک الجماهیر، حمله میکرد منتها بدون اینکه عرض میشود که شروع کند به نبرد واقعی، فقط پراکنده شون میکرد. و حده و لواء الحام یرفرف علی رأسه، فقط این بیرق و علم رو بالای سرش میچرخون به حمله میکرد. ولم یشعر القوم اهو العباس یجدل الابطال ام ان الوسی یزار فی المیدان فلم تثبت له الرجال و نزل الى الفرات مطمئنا غیر مبال بذلک الجمع، همه فراکنده شدن وارد شریعه شد، انگار نه انگار که 4000 نفر احاطش کردن. فلما اغترف من الماء دستش رو برد تو شریعه فرات، یه جرعه آبی با دستش بالا آورد. لیشرب تذکر عطش المسلم و من معه او، فرم الماء و قال، آب رو روی آب ریخ، نه چگونه من آب روان بنوشم، صدای العطش رسد به گوشم. لب و دهان ابی عبدالله خوش، من آب بنوشم. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انت کونی
هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني. بنفس خودش میگو این جوان مردی نیست، تو آب بنوشی و بچه ها تشنه باشن. ثم ملع القربه، مشک رو پر از آب کرد. و رکب جواده، سوار اسب شد. و توجه نحو المخیم فقطع علیه الطریق، اومدن راه رو، راه خیمه رو بستن. و جعل یضرب فیهم حتی اکثر القتل و کشفهم عن الطریق. و هو یقول، رجز میخون و راهشو باز میکرد با شمشیر. لا ارهب الموت اذا الموت زقا حتی اواری فی المصالی تلقا نفسی لسبت المستبد تهر وقا انی انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشر یوم الملتقا فکمن له زید ابن رقاد الجهنی. دو راه بود، یکی راه صحرا بود، یکی راه نخلستان بود. راه نخلستان نزدیکتر بود به طرف خیمه، از طرف نخلستان رفت. این ناجوان مرد از پشت درخت خودش رو مخفی کرده بود. زید ابن رقاد الجهنی من وراء نخله، پشت یه نخلی. و آمنه حکیم ابن طفی فضربه على یمینه فبرأها، آمد از پشت در بیزد دست راست عباس و قد فقال علیه السلام والله قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین و عن امام صادق اليقین نجل النبی الطاهر الامین. و کمن له حکیم ابن طفیل من وراء نخلة فلما مر به ضربه على شماله فقطع. نانجیب به ضربه این به دست چپ عباس زد، دست چپ آقا رو هم قطع کرد. و تکاسر و علی و اتته السهام کلمتر، مثل باران تیر پرتاب کردن به طرف عباس. فعصاب الغربت سهمون، تیر به غربه، تیر به مشک خورد. و اریق ماءها و سهم اصاب صدره، یه تیر به سینه او. و ضربه رجل بالعمود على راسه، و نانجیبا با عمود آهن به فرق او. و سقط العباس على الارض ينادي. کسی که دست در بدن نداره، بدن پر از تیره، وقتی از اسب رو زمین میفته چگونه میفته؟ یا نادی علیک من السلام ابا عبدالله فاتاه الحسین و وقف علیه و نادا الان انکسر ظهری. صدا زد برادرم دیگه پشتم شکست، کمرم شکست. و قلت حیلتی و شمت بی عدوی. و رجع الحسین الى المخیم منکسرن حزینن یکف کف و دموعه بکمه، یعنی با آسینش اشکاشو پاک میکرد. و قد تدافعت الرجال عن مخیمه فنادا، میخواستن به خیمه ها حمله کنن. فنادا امام المغیث یغیثنا، آیا کسی هست ما رو یاری کنه؟ امام مجیر یجیرنا، امام طالب حق ینصرنا، امام خائف من النار فیذب عنها. فاتته سکینه، سکینه دو به جلو، سکینه منتظر عمو بود. صدا زد بابا عموم چه شد؟ و سألته عما فأخبرها بقتله. صدا زد سکین جانم امو تو کشت. و سمعته زینب فصاحت، زینب وقتی شنید صدا زد وا اخاها وا عباسا. این جمله رو فقط در مورد کشته شدن عباس گفت، هیچ جای دیگه نگفت. صدا زد وا اخاها وا عباسا وا زیعتا، یعنی امان از اسیری. دیگه خودم رو باید برای اسیری آماده کنم. وازی عطا بعدک
عباس بعد از تو باید آماده شیم برای عزیز و بکین و بکل حسین معهن آقای امام حسینم با زنها نشست گریه کرد وازیعتنا بعدک ابل فاز ابل فاز ابل فاز ابل فاز و دعا به ولده الرزی و دعوه صدا زد خواهرم زینبم برو علیم و بیار ودا کنم میخوام به میدان برم دیگه کسی نمونده فأتته زینب به ابنه عبدالله و امه رباب فأجلسه فی هجره یقبله و یقول بعدن لهؤلاء القوم اذا کان جدک المصطفى خصمهم پسرم علی جان میبینم شیر نداری آبم نداری لبات خشکه خصم جد شما هستن این مردم ثم عطا بهی نهو القوم قنداقه رو گرفت رو دست به طرف اون بی حیا مردم یطلب له الماء فرماه حرملت ابن کاهل الاسد به سهم کار تیر اینه که وقتی وارد بدن میشه بدن رو سوراخ میکنه اما این تیر با گلوی نازک علی چه کرد وقتی تیر به گلوی علی رسید تیر گلو رو درید فذبحه ذبح کرد علی را من الاذن الى الاذن غم مخور آخرین سرباز من غم مخور ای کودک جانباز من غم مخور ای کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم فتلقى الحسین ادم به کفه و رما به نحو السما ثم قال حونا ما نزل بی انه بعین الله همه اینها آسان در نظر من همه این شهادت ها این شهادت طفل رضی این که در مقابل خدا انجام میشه خدا حاضر و ناظر من است اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل الهي ان كنت حبست عنا الناس فاجعله لمن هو خير من وانتقم لنا من الظالمين اینجا بود که دعا کرد برای فرج امام زمان خدا انتقام ما را به دست او يا رب الحسين اجب صدر الحسين بظهور الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف وانتقم لنا من الظالمين واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل امام حسين يك ندائي انجا شنيد از عالم غيب كي فقط مختص بود به شهادت آقا علی اصغر دعه یا حسین فإن له مرزعا فی الجنه و جاء به الى امته زینب بدن خونالود و قنداقی خونالود و عبود طرف بی بی زینب فلما رأته مذبوحا من الورید الى الورید و دمه مسفوح على صدره نادت و محمدا و علیا اینجا خود امام حسین به طرف میدان رفت تقدم الحسین نحو القوم مسلطا سیفه آیسا من الحیات دع الناس الی البراز گفت هر کی میخواد بیاد بیاد جلو الان دیگه خودم آمدم به میدان فلم یزل یقتل کل من یبرز الی هر کی میومد جلو امام حسین کشته میشد حتی قتل جمعا کثیرا ثم حلم حمل على المیمنه و هو یقول الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری یک حمله به طرف راست لشکر اون لشکر رو منهزم میکرد یک حمله به طرف چپ لشکر منهزم میکرد صفوفش رو به هم میریخت و حمل علی المیسر و هو یقول انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی عیالات ابی امضی علی دین النبی
فصاح عمر بن سعد بالجمع. عمر بن سعد گفت ولی چی معطلی؟ میخواد تن به تن با او کسی میتونه جلوی حسین بیسته؟ چرا تن به تن دنبالش میری جلوش میری؟ هذا ابن انزع البتین، هذا ابن قتال العرب، این پسر علیه، این بازوی حیدری داره، چیکار کنیم پس ما؟ احملو علیه من کل جانب، از هر طرف بهش حمله کنیم. ناجوان مردن دیگه. فأتته أربعة آلاف نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله. آمدن جمعیت حمله کردن، یک مرتبه امام دید جمعیت اومد بین او و حرم، جدایی انداخت عده‌ای از این نامردها. حال بینه و بین رحله فصاحبهم، حضرت اینجا تشر زد بهشون، فرمود یا شیعة آل ابی سفیان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم ارجعوا إلى أحصابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه الشيم، شيم قلت شي ميجي؟ ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال عليه السلام أنا الذي أقاتلكم، من درم باشما جنگ ميكنم. والنساء ليس عليهن جناح، زنها که گناهی نکردن. فمنعو اطاعتكم عن التعارض تعرض الحرمی ما دمت حیان، به این نامردها و ناجوان مردهایتون بگید تا وقتی من زندم به طرف خیمه های من نرن. من اینو میگم، شمر این رو گوش کرد از امام علیه الصلاه و السلام. ثم انه علیه السلام ودع عیاله ثانیا و امرهم بالسب و لبس العز و قال استعدوا للبلاء. این آخرین ودایی بود که با اهل بیتش کرد. و علموا ان الله تعالی حامیکم و حافظکم و سینجیکم من شر الاعداء و یجعل عاقبت امرکم الى خیر و یعذب عدوکم به انواع العذاب. و التفت الحسین الى ابنته سکینه التي یصفها للحسن المسنا بان الاستغراق مع الله غالب عليها. به شوهرش فرمود سکینه دختر من مستغرق فی ذات الله، اهل معناست، اهل تعمق فی معرفت الله. فرآه منحازتا عن النساء، خیلی سکینه رو دوست داشت، دل با زنها خدافزی میکنه، نگاه کردید سکینه یک گوشه منحازتا عن النساء، یک گوشه کنار اونجا نشسته، ناباکیتا نادبه. فوقع علیها مصبرن، رفت جلو، سدین جانم دخترم عزیز دلم گریه نکن، بابا گریه هاتو نگه دار، هر وقت دیدی سر بریده من بالای نیست، لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتن، با این اشکای چشم دلم آتش نزد. و رجع الى مركزه يكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مرتب ذکر می گفت، زنها از تو خیمه ها می شنیدن آقا هنوز زنده است، صدای امام میاد، لا حول ولا قوة الا بالله می گفت. و طلب في هذه الحال ماء، آب طلب کرد، تشنه از دم. فقال الشيم لا تذوقوا حتى ترد النار، آب به تو نمیدیم تا اینکه به نار جهنم وارد بشی. و ناداه رجلون یا حسین الا ترا الفرات که انه بطون الحیات فلا تشرب منه حتی تموت عطشان. حسین میبینی این صفحه آب رو، آب فرات رو اینجور برق میزنه، به خدا نمیگذاریم از این بنوشی تا اینکه از دنیا بری، حتی تموت عطشا تا اینکه با لب تشنه از دنیا بری. فقال الحسین اللهم امته عطشانا فکان ذلک الرجل یطلب الماء. خود امام حسین فرمود خدایا به مرض عطش اینو از دنیا ببر، در عبارت داره که این انسان یطلب الماء فیعطا فیعبهی فیشرب حتی یخرج من فی، این آب میوردن، هی میگفت تشنم آب میریزن از دهنش میریخ بیرون. و مازال کذالک الا ان مات عطشان، پایین نمیره از گلوش، آب میریختن رو لبش پایین نمیره، قوت بلع دیگه نداشت.
با آتش از دنیا رفت. و ما هو ابو الحتوف الجمعی بسهم فی جبهته فنزعته فصالت الدماء على وجهه ولما ضعف عن القتال. در مقام بشریت این امتحان بود، تشنگی بود، خستگی بود، حرارت آفتاب بود. ایستاد پسر فاطمه لحظه ای درنگ کنه، لحظه ای استراحت کنه. فوقف لیستریح ساعه فرماه رجل بحجر على جبهته الشریف. یه نامردی سنگ به پیشانی آقا زد. فسالت دم على وجهه، خون سرازیر شد به صورت ابا عبدالله. و اخذ الصوب لیمسح الدم عن عینه، پیراهن رو بالا زد تا خونهای پیشانی و صورت رو پاک کند. رماه آخر آخره، یعنی هم حرمله، به سهم محدد له ثلاث شعاب وقع على قلبه الشریف. این تیر رگ وتین امام حسین رو قطع کرد. فقال بسم الله و بالله و على ملت رسول الله و رفع راسه الى السماء و قال الهی انك تعلم انهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن بنت نبی غيره. ثم اخرج السهم. از جلو این تیر رو نتوانست در بیاره، این تیر رج کرده بود از پشت کمر امام بیرون رفته بود. و اخرج السهم من قفاه و انبعث الدم کالمیزاب، خون مثل ناودان سرازیر شد. فوزع یده تحت الجور فلما امتلأ دما رما به نحو السما، خونا رو به طرف آسمان. قال هون علی ما نزل بی عینه و عین الله فلم یسقط من ذلك الدم قطرتون الى الارض. ثم وزع ثانیا فلما امتلأت، یه مرتبه دیگه دستش از خون دلش پر کرد. لتق به رأسه و وجهه و لحیته، به صورتش و پیشانیش و محاسنش کشید. فرمود هاکذا اکون حتی القى الله جدی رسول و انا مخذب به دم، میخوام این گونه جدم رو ملاقات کنم، محاسنم با خونم خذاب بشود. و اقول یا جدی قتلنی فلان و فلان. و اعیاه و نزف الدم فجلس على الارض ینوع برغبته فانتها الیه هازلهان مالک ابن نصف فشتمه. یکی آمد حرف زش زد نانجیب به امام. ثم ضربه بالسیف على رأسه، یه ضربه به سر امام زد. و کان علیه برنس فامتلأ البرنس دمن، کلاخود امام پر از خون شد. فقال الحسین لا اکلت بیمینک ولا شربت بحشرک الله مع الظالمین. قال هانی ابن سبیب الحزرمی انی لواقف عشر عشرت لما سرع الحسین، لقدی امام حسین روی زمین افتاد. از نظرت الى غلام من آل الحسین، یه دیگم یک بچه علیه ازار و قمیس و فی اذنیه درتان و بیده عمود من تلک الابنیه و هو مذعور یلتفت یمینا و شمالا. فاقبل رجل یرکز حتی اذا دنا من مال عن فرسه و علاه بالسیف فقتله. یکی از این بچه ها، بچه کوچکی 5-6 ساله، من جلوی چشم امام حسین نانجیب این بچه را از عرض بشد به شهادت رسید. و ذالک فلما عیب علیه کنا عن نفسه و ذالک القلام و هو محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ابن ابی طالب. و کانت امه تنظر الی، مادر این بچه داشت بچه را نگاه میکرد. همین که به شهادت رسوندن مادر قش کرد، در خیمه افتاد. ثم انهم لبسوا هنیئتا، یه لحظه ای که انه آرام شد. ثم عادوا الى الحسین و احوطوا به و هو جالس على العرض لا يستطيع النزوح. فنظر عبدالله ابن الحسن السيف، عبدالله ابن حسن آمد
وله 11 سنة إلى عمه، وقال أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحوه وأرادت زينب حبسه. از بیبی زینب آمد که دست این بچه رو بگیره، 11 سالشه، این دستش رو کشید از دست عمش زینب، خودش رو به گودال قتلگاه رسون. و جاء الى عمه، خودش رو به سوی عمو رسون، و اهوا بحر ابن کعب به سیف لیضرب الحسین. اونجا دید بحر ابن کعب شمشیر گرفته میخواد به بدن امام حسین بزنه. فصاح الغلام، ناله زد، یا ابن الخبیث اتضرب عمی، میخوای عموی من رو بزنی؟ فضربه، این بود جلو دستش، این بچه نگه داشت جلوی شمشیر. بعد فتقاه الغلام بیدهی فاتنها الى الجل، شمشیره که آورد دست این بچه رو قد کرد. فاذا هی معلقه، فصاح الغلام یا عما، امو جان دستم و قد کردم امو. و وقع فی حجر الحسین، خودشو به دامن حسین انداخت. و ذنبه الی، امام حسین بغلش کرد، صدا زد یا ابن اخی، پسر برادرم، اصبر، صبر کن، علا ما نزل به، و احتسب فی ذلک الخیر، فان الله تعالی یلحقك بآبائك الصالحین، ان قریب به پدرت ملحق میشی، به جدت ملحق میشی. و رفع یدیه قائلا اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم تفریقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترزل ولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. و رمى الغلام حرملة ابن كاهل، حرمله اینجا تیر دیگری زده، حرمله تیرهای سختی زده. همین که این بچه عبدالله در آغوش امام حسین بود، گلوی او رو هدف گرفت، تیری زد به سهم، فذبحه و هو فی حجر عمه، در دامن عمو به شهادت رسید. و بقی الحسین متروها ملیا ولو شاءوا ان یقتلوا لفعلوا. آقا دیگه افتاده بود بی حرکت، اگه میخواستن سر از بدن جدا کنن میتوانستن. ولیکن الا ان کل قبیلت تتکل على غیرها و تکره الاقدام، هر قبیله خودشو که انهو میخواست کنار بکشه که به گردن دیگری بیفته. فصاح الشم، ما وقوفكم و ما تنتظرون بالرجل و قد اسخنته السهام و الرماح، احملوا علیه، چرا میترسی؟ گفتن شاید این به این حالت خودش رو انداخته که ما نزدیک شدیم پشه ما رو از بین ببره. فضربه زرعت ابن شریک علا کتفه، زرعت ابن شریک آمد یه ضربه به کتف امام حسین زد. و رماه الحسین فی حلقه، حسین آمد ضربه به حلق آقا زد. و ضربه آخرون علا آتقه، کسی آمد پشت گردن امام ضربه به گردن زد. تعنه سنان ابن انس فی ترقوقته، به بالای استخوان سینش سنان. ثم بوانی صدره، ثم رماه به سهم فی نهره، یه تیری به گلوی امام زد. و تنعه صالح ابن وهب فی جنبه، اون نانجیب اومد ضربه به پهلوی امام زد. قال هلال ابن نافع كنت واقفا نحو الحسين، هلال میگه من مقابل حسین ایستاده بودم. و هو یجود بنفس، داشت جان میداد حسین. فوالله ما رأیت قتیلا، به خدا قسم ندیدم کشته ای مزمخن بالدمه، احسن من هو وجها ولا انور، ندیدم قتیلی کشته ای اینقدر نورانی. و لقد شغلنی نور وجهه عن الفکرت فی قتله فاستسقا فی هذه الحال، در همین حالم و لحظه آخر با صدا زد مردم جگرم استش. فاستسقا فی هذه الحال ماء فبغى و یسقه، نه نداد کسی آب نداد. و قال له رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحاميه، نه آب تو نمی آشامی تا به جهنم برم. فتشرب من حمیمها،
فرمود امام لا ارد الحاميه و انما ارد على جدي رسول الله و اسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر و اشكو اليه ما ارتكبتم مني ولما اشتدت به الحال رفع طرفه الى السماء قال اللهم انت متعال المكان. کسی که این همه زخم دیده، شیعان ابا عبدالله چقدر در زندگی صبور هستی، همه یارانش قطع قطع شدن، عزیزانش قطع قطع شدن، طفل شیرخوارش رو دستش مذبوح، عزیزانش در گودال قتلگاه جلوش قطع قطع شدن، همه چی بدن مجروح، لحظات آخره چجوری دعا میکنه؟ اللهم انت متعال المكان عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق عریض الكبریا قادر على ما تشاء قریب الرحیم. این ایمان به خداست، نه اینکه تا یه سختی دیدی من دیگه نماز نمیخونم، تا یه مشکل دیدی این چه دینیه، نه. غنی عن الخلائق عریض الكبریا قادر على ما تشاء قریب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة حسن البلاء قریب ازا دعید محیط بما خلق قابل التوبة لمن توب الیک. این کلمات آخر امام حسین علیه السلام. صبرن على قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین مالی رب سواک ولا معبود غیرک صبرن على حکمک یا غیاث من لا غیاث له یا دائما لا نفاد له یا محی الموتا یا قائما على كل نفس. این مناجات امام. و نادت ام کلثوم زینب العقیله و محمدا و ابتا و علیا و جعفرا و حمزتا هازا حسین بالعرا سریع بکربلا ثم نادت لیت السما اطبقت علی الارض و لیت الجبال تدکدکت علی السر و انتهبت نحو الحسین و قد دنا منه عمر بن سعد. بیبی زینب آمد و لحظه آخر یه نگاه به عمر سعد کرد و الحسین یجود به نفسه. امام حسین داره جان میده. فصاحت ای عمر ای عمر ای اقتل ابو عبدالله آیا حسین منو درن میکشن و انت تنظر الی. فصرفه به وجهه عنها و دموعه تسیل على لحیته فقالت ویحکم اما فیکم مسلم. فرمود آیا یه مسلمون بین شما مردم نیست. فلم یجبها احد ثم صاح ابن سعد بالناس. دستور آخر و عمر سعد داد انزلوا الیه و اریهو برید حسین رو راحت کنید. کی آمد از بین مردم؟ فبدر الیه شمر فرفس او برجله اول لگد زد به بدن حسین بعد جلس على صدره ابن الحسن قبض على شیبته با یه دست محاصل امام حسین رو گرفت و ضربه او به سیف با شمشیر زد اثنی عشرت ضربه دوازده ضربه با شمشیر به بدن حسین زد بعد احتز رأسه المقدس سر آقا را از بدن جدا و حسینا و حسینا و حسینا آن دم بریدم من از حسین دم آن دم بریدم من از حسین دم آمد به مقتل شمر سیاه دل او می نشست و من می نشستم
و روی سینه من در مقابل او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل، مظلوم حسین جان.